محمد محقق حکومت رشوه جنسی را در ارگ رایج ساخته است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام. به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که با آغاز روند انتخابات حکومت نه تنها تغییر و تبدیلی ها را متوقف نکرده است، بلکه رشوه جنسی را نیز در ارگ رایج ساخته است. با گزارش سپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که تغییر و تبدیلی های اخیر در سطح وزرا و مقام های محلی در ولایت ها رشوه انتخاباتی است، زیرا به باور وی رشوه انتخاباتی میدهد و حتی رشوه های جنسی رایج شد. ارگ باید حافظ مال و جان باشد. این تعرض به جان و مال و ناموس مردم است. در همین حال نامزدان دیگر ریاست جمهوری نیز پیکارهای پیش از وقت رئیس جمهور را کودتا در برابر دموکراسی می دانند. زیرا به گفته این نامزدان ریاست جمهوری حتی در بخشهای از کشور دفاتر تبلیغاتی برای دسته انتخاباتیش از بودجه حکومت ایجاد کرده است. هرچند ارگ ریاست جمهوری در پیوند به گفته های آقای محقق چیزی نمی گوید، اما دادستانی کل کشور تاکنون دوبار به حبیب الله احمدزی جلب فرستاده است تا در پیوان به ادعاهایش سند ارائه کند. اما تا کنون آقای احمدزی سند به این نهاد نفرستاده است. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل میگوید دو بار حکم جلب توسط پلیس به آقای احمدزی فرستاده شده است، اما وای حاضر نشده تا سندهای خود را ارائه کند. اگر وای سند در پیوان به ادعای خود ارائه نکند، دادستانی کل اقدامهای دیگر قانونی را انجام خواهد داد. حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور ادعا کرده است که برخی از تقرری ها در حکومت بر اساس رشوه جنسی صورت می گیرد، موردی که از سوی ریاست جمهوری رد شد. تشکر از توجه تا ویدیوی دیگر بدرود.